برگشت ما در ادامه برنامه قرار داریم و خوشبختانه جناب استادم در برنامه تشریف آوردن و امروز از روزهایی بود که استاد با وجود از, از اینکه اچگاه وعده خلافی نکرده و همیشه سر وقت در برنامه حاضر بوده امروز ان که خوب باشن و سر وقت کم تاخیر در برنامه تشریف آوردن اما خوشحال بی هستیم که بازم با وجود همه مشکلاتی که برشان رخ داده بازم در برنامه تشریف آوردن و آرزو یزیر داریم همه دوستانه که منتظر چنین بخش در برنامه بودین و منتظر گفته های جناب استاد بودین امروز در برنامه تشریف آوردند همکار هم همیشگی و همکار خیلی خوب ما جناب استاد مصطفی علی زاده در برنامه تشریف آوردن سلام به شما وقتتون بخیر تشکر مام در نخواست سلام تقدیم میکنم خدمت شما همکاران عزیزتان و بندانه عزیز تلویزیون جهانی آینه به خصوص برنامه در امتداد روز <تصفح> و طبق معمول آرزو است که مردم افغانستان خوب و خوشحال و سرحال باشند سلام از زنده باشین تشکری خاص میکنیم که شما بازم در برنامه تشکیف آردین با وجود همه مشکلات که بر شما رخ داده بود جناب استاد در برنامه در اول برنامه یادوبر شدم که اعتماد به نفس کازه به امروز شما صحبت میداشته باشین که در خیلی از موضوعات شما اشاره داشتین به این موضوع اما امروز این موضوع رو خاطر انتخاب کردیم که میخوایم که خلاص همونطور بر ما تعریف داشته باشین و خوبتر بفهمانین برای همه دوستانی که همیشه شما اشاره میکردین و چون این موضوع ولی امروز خوبتر آگاهی پیدا کنن ببینید بحث اعتماد به اگر ما بیم دقیق روی اعتماد کنیم اولا زمان که ما میگیم اعتماد چی است ما باید اعتماد به ب... معنای واژش ب... بفهمیم و از بریم اعتماد به نفس چگونه شکل میگیره و چه طریق میتونیم اعتماد به نفس خود افزایش پیدا کنیم در حالی که ما یک واژه و یک مفهوم میدونیم به نام اعتماد به نفس کاذب <applause> اعتماد چیزی که شما بالای یک فرد بالای یک شخص بالای یک چیزی اعتماد به... از زمان پیدا میکنیم که با توجه به مرور زمان با توجه به گذشت زمان آهسته آهسته, آهسته یا سلسله مراتب شما اعتماد به اون میکنید یک مسئله مسئله دومی که ما میم اعتماد به نفس داریم نسبت به خود ما چون نسبت به توانایی نسبت به چیزهایی که خداوند در درون یک انسان نهفته است یا استعدادی که بر انسان داده یا اما نواوری که انسان میتونه داشته باشد اعتماد به با نفس شما تشکیل میده نسبت به یک کار شما اعتماد به نفس داریم میتونه به او واجه اصلا یا به خوبی خوب انجام بتید <applause> اما یک واژه و یک مفهوم که اصلا اعتماد به نفس کاذب است چیزی که روانشناسان میگه میگه اعتماد به نفس کاذب داستانیش یا قضیه به ما چیز میماند که اگر ما به یک نفر بگیم شما میدانید که نمیدارید ما شیوه و دانستن از زمانی که میگیم پنج نو است اولین شیوه و جالب است که در بحث اعتماد به نفس کاذب است بعضی افراد جامعه ما امروزه مدرک دارن مدرک موثری دکترا حتی دارن اما از نگاه علم از نگاه دانش بسوی نیستن بسوی یک بچی صرف 12 اینها خودشان میداند که نمیداند سخن می خودشان می که من چیزا نمی دانم آه. اما بازم در جهل مرکب قرار داره بازم زمانی که در رسانه ها مین، در فضای مجازی می در هر که من در مجلس بزرگان می صحبت می کنم میگم من دکترا دارم ما با صاحب نظر هستم در حال خودش میداند که نمیدانم زمانی که می که نمی تا آخر عمرش در جهل مرکب است اعتماد به نفس کاذب باعث میشه در برخی موارد ما امین توانایی که و امین استعدادی که خداوند در درون یک انسان نهافته است خداوند به چیزی به عنوان موجود اشرف مخلوقات شما را خلق کرده برای شما استعداد داده اعتماد به نفس داده اما اعتماد به نفس کاذب انسان را تخریب میکنه بعضی وقتها شما ببینید از خود شخصیت میسازین از خود کرکتری به خود میسازین که او چنین چیز و چنین ویژگی در شخصیت شما نیستن کاذب یک چیز دروغین است یک چیز نمادین است فرض بگیریم مثلا قضیه رو میخوایم قسمی بگیریم شما بر یک طفل میگین شما علاقه به فوتبال دارین شما به شما خیلی درس خوان هستین در حالی که طفل تنبل است شما میزنین بر طفل یک شخصیت کاذب میدین بر یک شخصیتی برز قائل میشه که خودشام میدونه ما چنین شخصیتی را ندارم اما یک مرحله است که ما میدونیم که نمیدونیم با،, با وجود همه که میدانیم که نمیتونیم چرا باز دوباره کوشش میکنیم ببین برخی موارد ما به دنبال هستیم که مون اعتماد به نفس کاذبی که برای ما یک چیز عادت شده یک چیزی شده که ما نمیتونیم از جلد خود بیرونش کنیم از شخصیت خود از کر... کرکتر خود بیرون کنیم جامعه ما کشورهای جهان سوم و جامعه سنتی بیشتر شخصیت کاذب بر شما قائل میشد مثلا ما کوتاه کوتا در قال پرانتیز نمیخوایم وارد بحث سیاست چون موضوعی ایران شناسی زمانی که رئیس جمهور مقای غنی آمد در کابل از یک شخصت کاذب ساختن به عنوان متفکر جهان دوم به عنوان کسی که از اسلام تاریخ نمیشده کردن در حالی که با مرور زمان این شخصت کاذبش بر مردم آمد بیرون شد مثال خوبی است که مردم در ذهن است در یادش در فراموش در هیچ وقت فراموش نمیکنه گفتم نمیخوام برنامه سیاسی شه یک مشکل بر خود خلق کنیم شخصیت کاذب زمانی که انسان میگه میدانم که نمیدانم یا میدانم که میدانم یک زمان ما قرار داریم که میگه ما میفهمم شخصیت کاذب دارم اما چی میره جان خود بیرون بکشم اما این کار آسان نیست یک از دکتر کسایی که در مسه جامعه در حوزه رامشنوسی تا حد حرف بر گفتن دارد استاد الیاسی بزرگ که فعلا در کابل هستن واقع بین زمانی که صحبت میکنیم که شخصیت کاذب افکار کاذب میسازد چون شخصیت شما کاذب است مثلا شما در جامعه بین ما نگستال دانشگاه شما فقط مثال خودم میتونم نمیخوام برای هموطنان توهین کنم مستقیم میم روی خودم ببینم اون شخصیت کاذب امروز مدرک استاد دانشگاه یا لقب استاد دانشگاه رو گرفتیم یک استاد دانشگاه با چی میگه ها داشته باشد ما در هر جای بشینم تملق گویی کنم که استاد دانشگاه هستم شما باید باید, باید بر احترام کنین چون این شخصیت ما نه میسازه بلکه شخصیت ما زمان ساخته میشد انسانیت ما زمان ساخته میشه که ما بیم از خود علم و دانشگاه مختیم به یک نحوی از طریق تدریس به یک نحوی از طریق علم و یا از طریق این رسانه‌ای فیلند که ما و شما قرار داریم می به هم انتقال بدیم ما با شخصیت واقعی که ما در درونم هست چیزی که ما و شما بگم امین نقاب یا امین چیزی که خود ما و شما با او خود پوشاندیم فرض اگر شما بگیرید یک خانم با چادری که ما و شما را سابق رسم داشتیم شخصیت واقعیش پنهان بود یا صورت واقعی این خانم پنهان بود که کس نمیدونست که خود زیر چادری چی کسی زیر چادری چی موجودی هست اما زمانی که چادری بالا میشه یا چادری رو در خانه بیرون میکنن یا جای میمونه زمانش ما میبینیم شخصیت واقعی یک فرد اما یک چیز متوجه باشین تا زمانی که ما شخصیت کاذب در درون خود داریم هیچگاه حرف راست نمیگیم میگه انسان تا زمانی که سخن نگفته انسان تا زمانی که بیشتر صحبت نکرده شخصیت انسان نمیشناسیم ما شما اما این شخصیت که زمان انسان صحبت کرد شما میبینین مرا به عنوان استاد دانشگاه اگر من با واقعیت صحبت کردم و واقع بینانه صحبت کردم میگن استاد مثلا توانی مسئله داره اما بعض افراد من غیر واقع بینونه یک جناحی رو با خود جذب میکنه یا به گفتی سلایمننگ صحبت کنم خود یک سمت یا یک چسب به خود میزنه یک بر چسب میزنه کوشش میکنه جانب یک موضوعی رو بگیره این به یک قوم بگیره جانب یک تیم بگیره این برای خود شخصیت کاذب میسازه در حال نمیخواد نمیخواد توانایی خوده استعداد خوده علم خوده هنر خوده بر روی دیگران به نمایش بگذاره اما زمانی که ما شخصیت واقعی خود اگر توانستیم بیرون کنیم اگر توانسیم سختش و میخوایم که یک قاوس بسکنیم زمانی که ما میگیم شخصیت کاذب بررسی میکنیم بعض افراد امروز ما شما میگیم سواد سواد ما شما دوچار اشتباه شدیم سواد به معنای خواندن و نوشتن نیست چیزی که ما بتونیم به خط بتیم بخوریم چیزی که دوره پیامبر بود سواد به معنای چیزی است چیزی که شما از دیگران آموختین یعنی ما دیگران آموختیم به یک نحوه به شما انتقال بدیم شخصیت کاذب که سواد برای شما میتن کسایی که مثلا در دوره حکومت طالبان جمع کمونیسم اومدن میگفت ما شخصیت با سواد داریم تا سن فیشاش خواندیم امروز برابر هستیم با شما سواد به معنی خواندن نیست شما شخصیت درست بر خود نساختین شخصیت کاذب ساختین امروزه ما افراد در, در درون جامعه خود داریم تا سن فیشاش درس خود مدرک موثر در جیب شیست. که بگی میگه ما تو چنین شخصیتی هستم و باید در مجلسه که میشینم باید در قطار اول بشینم اما ما گفتیم همیشه وقت روی شخصیت واقعی انسان ها تمرکز نمیکنیم مزرعت ما باز مردم بپذیره عقل مردم فکر مردم هوش مردم روی چشم مردم است زمان شما کمی لباستان تمیز بود نیکتایی یا به گفته ایرانی ایرانیا کروات در گردن تانم بود یا گل جیب هم سر جیب تانم بود منظم که بودی شما رو مرد قطار اول میشون در حالی که شما هیچ سواد ندارید شخصیت کاذب بر خود قائل شده. دریشی شخصیت کاذب از برای فرد من میخوام یک کوتاه داستان وقتم زیق است زمانی که شما از رای وزارت خارجه می با خیلی چالش ها رو برستین هر کس ها نمیمونه یک روز شما ببینید برای خود یک شخصیت کاذب بسازید یک کارت تقلبی هر اون چی کاری که میکنه یا کار مثلا از کسی دیگر را بگیره تا پیش موتر بونه یک دریشی منظم بپوش نگدای اگر عسکری که ما هستن پلیس مثلا سلام نداد هر اون چیزی که میگوت ما قبول دارم هر اون جرمی که شما گفتین ما قبول دارم چون شما شخصیت برتون دریشی است زمانی که شما که پرنتون بونو سر شوریده و باریده که نمیفهم که نمی از کجا اومدین نو از کدام ولایت اومدین او وقت از وزارت خارجه رخمان از شما رو میکشه بیخی شرایط قسم است که ما با توجه به رفتار با توجه به لباس انسان بگین یک فرد زمانی که خود آراسته میکنه خود مقبول میسوزه آرایش میکنه به سر واسط خود میرسه اما این چیزایی هستن که بهداشتی خودن من تعمین میکنم، مثلا نیاز خود تعمین میکنه این به این معنا نیست که برای خود شخصیت خود تغییر میده اما یک چیز متوجه باشین برخی مواقع شخصیت کاذب به عنوان تقلیدی است این شخصیت خود یک فرد بر خود می سازه یا برش ساخته شده اما قسم که شما در اول سخنایتون اشاره کردین که بعض فامیلا برای فرزندایشان خودشان شخصیت کاذب میده حالا این خود فردی شخصیت برای خودش می یا هم فامیلا یا خانواده ها نقش داره ببین شخصیت سازی یا مثلا شخصیت کی می سازه این مهم است در طفولیت تا سن 18 سالگی طفل هیچ شخصیتی ندارد درسته در قالب خانواده معنا و مفهوم میشه به سر خانواده یاد میشه عضو خانواده یاد میشه عضو فامیل اما شخصیت پدر و مادر برش می سازه. پدر پدر برادر بش اگر عادت داد که دروغ بگو مثلا سود بخو مثلا تملق گویی کو کو این بر شخصیت میگیرد طفل بر بارها گفتیم طفل مانند لیوان آب است مانند گیلاس است شیر پرتی شیر قلب میگیره آب پرتی آب میگیره اما از 18 سال به بعد تا سن 75 سالگی مخبر بر خود میسازیم زمانی که میخوایم شخصیت خود باشیم امروز زمان شما که درس میخونید فکر شما ذهن شما شخصیت شما با شخصیت پدرتون فرق میکنه با شخصیت مادر شما فرق میکنه با شخصیت کسایی که در خانواده شما درس نخونده فرق میکنه شما سال کر کرکتر ساختین اما اینم متوجه باشین بعضی شخصیت ها رو میخوستم پیشتر بگم بعضی شخصیت ها مثلا تقلیدی یا بعض شخصت های ما و شما قسم است که ما شخصیت به خاطر جامعه خود میگیریم یک گزینه جالب و یک گزینه موثر که روان مثلا میگن میگه برخی مواقع شخصیت شخصیت عدم اعتماد یا میگه شخصیت تقلبی بر شما قائل میشن شخصیت خودتون نمیسازید پدر مادرتون نمیسازه بلکه جامعه بر شما میسازه امروزه ما در جامعه ما اگر قالب مثال رای کنیم ببین جامعه ما ما شخصیت باید مسلمان داشته بشن. نماز بریم بخونیم در حالی که یک نمیدونه که ما چی میخوانیم چیزی که سروش میگم نماز به خاطر عادت است نماز به خاطر ورزش است ما و شما نماز میخوانیم به خاطر که شخصیت ما رو مردم نگه شخص ما سوال بره که بچه نماز نمیخونه رستوران ها میگرده خدای اینو خاص استفاده میکنه و امثال هم هم نه شخصیت کازه برای خود میتیم که برای یک روی پوست باشه یک نقاب باشه که در بیرون من روی آبروی داشته باشم شخصیتی که خود فرد میساز هستن در سال به بعد است اما این به خود فرد هم نداره به جامعه هم داره برخ مواری جامعه باعث میشه امروز هم متاسفانه روی شخصیت های کاذب که ما و شما داریم اکثر جوان های ما شما برش شخصیت خود درک نکرده جایگاه خود درک نکرده شخصیت در درون اینها هستن این تو بیرون کنه به یک ابزار به یک پدیده بگم با چون شخصیت دارم شب که سریال ترکیه رو دید یا سوریال هندی رو دید فردا ببینید نیم کابل یا پایچش تا یا بالا چون شخصیت های کاذب بر خود جذب میکنه او بچی فیلم مثلا د بدنبال پول است او خب پول بدس میره یا مثلا بازیکنای فوتبال امروزه مثلا در اسپانیا هر جایی که هستن. کوشش میکنه با او عین خدا شکل بسازه یا مون لباس او بچی ببین با تغییر لباس گفتم بر شما دیریشی بر ما شخصیت نمیده صحبت کردن ما توانایی که ما دارم استدلالی که ما دارم بر ما شخصیت قائل میشه دیریشی هر, هر کس که به جانش بده مقبول میگه هر کسی بشه کس وطن هم تازه اومده باشه از روستا آمده باشه یک دیریشی در جانش بده سلمانی بشه پس بکشه که نیست در حالی که شخصیت کاذب است در درونش اگر شما بگردین او فرد همان روستایی هستن اما از قریه تازه آمده است قریه هستن که بر خود یک شخصیت وطنی یا مشخصت که تازه به جامعه آمده تازه بهش مسئله شهرنشینی آمده شخصیت تقلیدی باعث میشه که انسان ها به سمت گمراهی حرکت شد چیزی که ما شما امروزه مشکلی که ما شما داریم و بحث جالب که شخصیت تق... شخصیت های غیر واقعی که بر انسان ها هستن همین رسانه ها مثلا بعضی رسانه های ما امروز از ساعت 8 صبح که بخیزی که توریال ترکیز همه هر چینل دید تا ساعت 12 شب این جوان چول گو به خود میکرم ما به موضوعات روانشناسی شناسی موضوعات خانوی دیگه را حداقل بحث کنیم جوان را ببینید یک یک موی ترش یک طرف افتیده پای جای قسم بود خود هیچ بیت فامیده نمیشه اون بعض وقتها غار پاره یک حال هستن که این انسان نمی دونه که شخصیت هیچ قائل است برای خود بعض وقتها ما یک چیز به نام موت اشتباه میگیریم این باعث میشه که ما و شما را امروز ببینید لباس ما گفتم ما پیرانتون ما شاید خود شخصیت قائل شدیم ما خود شناختیم موجودیت وجودیت خود شناختیم در درون خود در کردیم که من کی هستم و با کجا آمدم به خاطر چه خلق شدم خدا من چه خاطر خلق, خلق کرده اما این دریشی نمیده شخصیت زمانی که شخصیت های کاذب هستن شخصیت های کاذب بیشتر به دنبال مسئله هستن که بر خود لباس بپوشن اکثرا با میگن اما زر مسئله که با شما دارین میگن اگر نخوای رسوا شه هم رنگ جماعت باش این شخصیت کاذب بر شما میده تو میگن اگر میخواین زندگی کنی به طریقه خود به شیوه خود به فکر خود زندگی کو از کازه و شخصیت‌های های تقلیدی و از این که ما به دنبال تقلید و به دنبال تحقیق نباشیم حداقل کوشش کنیم های تقلیدی رو کنار بگذاریم و شخصیت واقعی خود چیزی که در درون ما هستن بین بیرون کنیم سلام از زنده باشین خیلی صحبت های عالی داشتین میشه شما خیلی کوتاه پیامتون بشه خب طبق معمول باید در هر برنامه با توجه به موضوع حداقل کوشش کنیم قشر جوان ما بین اول روی دو, دو پاسخ اول که خدا انسان که خلق کرد خودش بگه من کی هستم به نوان انسان من کی هستم فرق نمیده در هر دین و مذهبی که هستین دوم خدا من, من چرا خلق کرد منظور خلقت خیل من چی بوده به خاطر ما آیی بوده که پای چای میکشه بالا باشه اگه نه به خاطر چی بوده به خاطر یک شخصیت خوب یک شخصیت ما در سطح اسلام داشتیم کسایی رو داشتیم مثلا چهار خلیفه اسلام بعد از او اگر به حکومت اموی عباسی رو بررسی کنیم حداقل شخصیت های موثر بودن ابن سینا فارابی شخصیت بودن <تصفح> نبودن که بر اساس کالا ببین یک چیز واضحه برشون میگم اما تو عزیزم بخصوص و خواهرایم که در سن بلوغیات رسیدن لباس شخصیت نیست رفتار شما صحبت شما کردار شما شخصیت شماست همین وقت کوشش کنید بسازید سلامت باشین تشکری باش خاص میکنم از مهمانان خیلی خوبم که امروز در برنامه تشریف آوردن و تشکری خاص از شما دوستانی که هم روزه بیننده برنامه خودتان و ما را تا آخرین لحظات و برنامه همچنان همراهی میکنین فردا هم ان منتظر ما باشین ویدون کدام واقعه لهی در برنامه خدمت شما حاضر میشیم تا فردا همتون با خداوند یک تا مانت میگذاریم وقت شما بخیر